بسم الله الرحمن الرحیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خدا به عالمی علم نداده مگر آنکه از او پیمان گرفته که علم خیش را نهان ندارد. خب امروز انشاءالله درس پنجم از فصل اول حسابان یک رشته ریاضی رو در خدمتتون هستیم. حسابان 11 درس پنجم هست، آشنایی با هندسه تحلیلی. در سالهای گذشته با دستگاه محورهای مختصات آشنا شده اید. محورهای مختصات صفحه را به 4 ناحیه تقسیم می کنند که هر ناحیه یک ربع نامیده می شود. نقاط روی محورها در هیچ ربعی نیستند. نقاطی که روی محور قرار دارند توی هیچ کدوم از ربعها قرار ندارن، بهشون میگیم نقاط مرزی. به هر نقطه پی در صفحه مختصات یک زوج مرتب آ و بی نظیر می شود. به این زوج مرتب مختصات نقطه پی گفته می شود. طول نقطه پی را با ایکس پی و عرض آن را با وای پی نشان می دهیم. در این درس با برخی از ویژگی های نقطه در صفحه مختصات آشنا می شویم. پس اینو دقت کنید، نکاتی که اینجا گفته، محورهای مختصات صفحه رو به 4 ناحیه تقسیم میکنن، هر کدوم میگن یک ربع. الان شما اینا از قبل بلدید، این ربع اول یا ناحیه اول، این ربع دوم، ربع سوم و ربع چهارم. یه نقطه بهتون بدم به شکل آ و بی، میگید نقطه پی آ و بی است، این طولش آ، عرضش چیه؟ بی. کلا طول رو با ایکس نشون میدن و عرض رو با وای نشون میدم. برای نقطه مثل پی طول میشه ایکس پی و عرض میشه وای پی. این نکاتی هم که اینجا گفته. خب اولین مطلبی که اینجا میخواد بهتون بگه فاصله بین دو تا نقطه است. فعالیت رو دقت کنید. میگه روی محور اعداد زیر به مبدأ او نقطه متناظر 4 را با آ و نقطه متناظر منفی 3 را با بی مشخص کردیم. خب این آ 4، این بی هم منفی 3. میگه طول پارخط های او آ و او بی چقدر است؟ خب همونطوری که میبینید فاصله او تا آ هست 4، پس او آ 4 و فاصله او تا بی هم هست 3، پس او بی هم هست چی؟ 3. دقت کنید فاصله همیشه مثبته، فاصله هیچ وقت منفی نیست. سوال دوم، طول پارخط بی آ چقدر است؟ خب از بی تا آ چقدر طولش؟ خب میشه چقدر؟ 7. بی آ میشه چی؟ میشه 7. میگه فاصله دو نقطه آ و بی متناظر با 4 و منفی 3 از یکدیگر چقدر است؟ فاصله دو تا نقطه آ و بی که متناظر با 4 و منفی 3 هم چطوری به دست میاد بچه ها؟ این فاصله اگر بخوایم باید بگیم 4 منهای منفی 3. پس فاصله آ بی اگه بخوایم با آ و بی به دستش بیاریم میشه چی؟ میشه 4 منهای منفی 3، یا میتونستیم بگیم منفی 3 منهای 4. در هر صورت میذاشتیم تو قدر مطلق که چی بشه؟ مثبت بشه. 4 منهای منفی 3، قرینه منفی 3 میشه مثبت 3، 4 و 3 میشه 7، قدر مطلق 7 هم میشه 7. پس اینا فرقی نداشتن. در هر صورت این فاصله رو ما بیایم به دست بیاریم، فاصله آ تا بی یا بی تا آ، در هر صورت فاصله 7. میگه بر روی هر یک از دو محور زیر در مورد فاصله بین دو نقطه آ و بی چه میتوان گفت؟ خب فاصله هاشون با هم چی هن؟ برابرن. میشه گفت خب اینجا نگاه کنید، اینجا عدد بزرگی آ عدد کوچکی بی، آ رو منهای بی میکنیم، اینجا عدد بزرگی بی عدد کوچکی آ، پس بی رو منهای آ میکنیم. ولی کلا اگر بخواید فاصله رو به دست بیارید فرقی نمیکنه، چون ببینید آ منهای بی، مثلا فرض کنید این مثلا همین بالای این 4 باشه، این منفی 3. خب 4 منهای منفی 3 به دست آوردیم شد 7. برعکسش اگه حساب کنید منفی 3 منهای 4 میشه منفی 7. خب اینا کافیه که شما تو قدر مطلق بذارید، تو قدر مطلق بذارید اینا با هم چی هن؟ برابر میشن. اصلا قدر مطلق رو اگر یادتون باشه تو پایه نهم ما اومدیم قدر مطلق رو برای فاصله ها به دست آوردیم. پس کلا باید چیکار کنیم؟ برای فاصله میایم اینا رو از هم چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. پس میگیم
طول نقاط را از هم کم میکنه. یکی شمن های اونی در واقع بزرگر من های طول بزرگتر رو من های طول کوچکتر میکنه. اما گفتم همیشه چنین چیزی نیاز نیست. شما اگر فاصله رو بخواید به دست بیارید کافی تو قدر مطلق بذارید، چون فاصله مثبته، از هر طرف حساب کنید مشکلی براتون پیش نمیاد. اما اینجا چی گفته؟ میگه اگر طول نقاط متناظر با A و B روی محور اعداد را به ترتیب با XA و XB نشان دهیم، در این صورت فاصله بین A و B را به صورت فاصله AB مساوی قدر مطلق XB منهای XA تعریف میکنیم. پس برای فاصله روی محور میاییم از چی استفاده میکنیم؟ از قدر مطلق استفاده میکنیم. بریم صفحه بعد، صفحه 30 فعالیت بعدی. میگه چی؟ میگه دو نقطه A 2 و 5 و B 6 و 3 را در شکل روبرو در نظر بگیرید. الف، روی محور افقی XA و XB و روی محور عمودی YA و YB را مشخص کنید. خب الان اینجا این XB هست، این هم هست XA، این روی محور عمودی این هست YA، این هم هست YB. میگه چی حالا؟ میگه قسمت B در مثلث قائم الزاویه AHB که H 90 درجه است، مثلث AHB، با استفاده از رابطه فیثاغورس طول پاره خط AB را به دست آورید. طول پاره خط AB تو این مثلث چی میشه بچه‌ها؟ خب ببینید، فاصله این XB تا XA رو بخوایم به دست بیاریم، این فاصله میشه XB منهای XA، یا برعکسش فرقی نمیکنه، XA منهای XB، و فاصله عمودی هم میشه Y برای A. پس ما اینجا نگاه کنید، ما اگه بخوایم AB رو به دست بیاریم، AB به توان دو چی میشه؟ طبق رابطه فیثاغورس میشه AH به توان دو به اضافه BH به توان دو. اما اینجا AH میشه چی بچه ها؟ من قبلش باید بگم AH چی میشه. AH رو اگه نگاه کنید میشه قدر مطلق Y آمن های Y B، درسته؟ Y آمن های Y B. برعکسش هم میگفتید Y B من های Y A، بازم فرقی نمی کرد، چون توی قدر مطلق، قدر مطلق هر چیزی و قرینش داخل قدر مطلق باشه، این دوتا یه جواب رو به ما میدن. و BH چی میشه؟ BH هم میشه قدر مطلق XB منهای XA، یا XA منهای XB، فرقی نمی کنه، XA منهای XB. خب بچه اگر یادتون باشه توی درس قبلی خونده بودیم وقتی قدر مطلق با توان دو برسه میتونید قدر مطلق رو بردارید. الان AH به توان دو رسیده، خب پس دیگه قدر مطلقش رو میتونیم برداریم، میشه چی؟ میشه YA منهای YB به توان دو به علاوه BH میشه چی؟ میشه XA منهای XB به توان دو. این AB به توان دو، ما چی رو میخوایم؟ ما طول AB رو میخوایم. پس از اینجا نتیجه میگیریم که خود AB میشه چی؟ بعد از این رادیکال بگیرید، از این هم رادیکال بگیرید، میشه رادیکال YB YA منهای YB به توان دو به علاوه XA منهای XB به توان دو. خب مرتب کنم، پس AB میشه YB منهای چی نوشتم اینجا؟ YB منهای Y A منهای Y B نوشتم، B منهای Y B به توان دو به علاوه X A منهای X B به توان دو. خب این الان دیدید به این صورت شد. سال بعدی، سال دو، میگه در شکل روبرو اگر A باشه X 1 و Y 1 و B باشه X 2 و Y 2، دو نقطه دلخواه در صفحه مختصات باشند، طول آبی را محاسبه کنید. خب طول آبی بازم طبق رابطه فیثاغورس میشه چی؟ میشه وتر، رابطه فیثاغورس این بود دیگه، وتر به توان دو میشه مجموع ضلع زاویه قائمه به توان دو، یعنی میشه
آه اچ بتواند و به علاوه بی اچ بتواند. آه اچ چی میشه بچه ها؟ فاصله آ تا اچ میشه ایکس یک منهای ایکس دو، درسته یا نه؟ میشه ایکس یک منهای ایکس دو به توان دو. میدونید بچه ها اینجا هیچ اشکالی نداره چون توان دو میگیره مثبت میشه. به علاوه بی اچ چی میشه؟ بی اچ هم میشه چی؟ میشه وای یک منهای وای دو، فاصله وای یک و وای دو است. پس میشه وای یک منهای وای دو به توان دو. اگه بخوام آبی رو به دست بیارم باید از اینا چیکار کنم؟ رادیکال بگیرم. رادیکال این میشه رادیکال، رادیکال بعدی کمی طولانی تر میکرد، میشه رادیکال ایکس یک منهای ایکس دو به توان دو به علاوه وای یک منهای وای دو به توان دو. دقیقا چون همون کاری که توی سوال قبلی انجام داده بودیم، فقط اینجا نقاط رو یه خورده جا به جا کرده. به طور کلی اگر در صفحه مختصات دو نقطه A x1 و y1 و B x2 و y2 را داشته باشیم، طول پار خط آبی برابر است با آبی، میشه رادیکال x2 منهای x1 به توان دو به علاوه y2 منهای y1 به توان دو. این خیلی نکته مهمه بچه ها. میدونید ببینید دقیقا آبی رو میتونید بگید چی؟ رادیکال x1 منهای x2 به توان دو به علاوه وای یک منهای وای دو به توان دو. چرا؟ چون شما میدونید چیزی که به توان دو رسیده چه مثبت باشه چه منفی، وقتی به توان دو میرسه مثبت میشه. پس فرقی نمی کنه که کدوم رو منها کنید. کار در کلاس سه نقطه آ یک و سه، بی منفی یک و دو، سی پنج و منفی پنج، سه رأس مثلث آ بی سی در صفحه مختصات روبرو هستند. آ یک و سه یعنی طولش یک، عرضش سه. خب میشه اینجا به طول یک میاید بالا و به عرض سه. بی منفی یک و دو، طولش هست منفی یک، عرضش هست دو. پس منفی یک میاد اینجا، دو هم میاد اینجا. این نقطه چیه؟ این نقطه بی هست. نقطه سی پنج و منفی پنج، طولش هست پنج، عرضش هست، بعد بیاد پایین، عرضش هست منفی پنج. دقیقا این نقطه هست. میگه الف مثلث را رسم کنید. خب ما اومدیم نقاط رو مشخص کردیم، به هم وصل میکنم اینا رو، نامگذاری هم باید بشه. این که بی بود، این نقطه آ بود، این هم نقطه سی بود. فقط یه نکته رو دقت کنید، از اینم سیه نکته رو دقت کنید. این که حالا شاید خیلی ابتدایی ولی یک وسته، این یک الان نشان دهنده طول یا همون x و این سه نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده عرض یا y هست. پس الان اینجا یک وسته طولش یک و عرضش چند؟ سه هست. قسمت B میگه طول اضلاع مثلث را به دست آورید. خب خیلی طولانی میشه ولی به دستش میاریم دیگه، میایم اینو به دست میاریم، میگیم چی؟ طول ضلع را از ما خواسته. AB AC و BC رو باید دونه دونه به دست بیاریم. پس من اینجا که جا نیستم این بالا مینویسم اینا رو. من اینجا میام اینو بذارید ببرم این گوشه. اولی AB، فاصله A تا B رو بخوام به دست بیارم، AB میشه رادیکال x1، اینو بگیرم نقطه یک، اینو دو، فرق نمی کنه. اینو بگیرم دو، اینو یک، فرق نمی کنه. پس مثلا میام از این بی شروع می کنم، میگیرم دو، همین نقطه که کتاب گفت x2 منهای x1، x2 منفی یک منهای x1 هم یک، منفی دو منهای یک به توان دو، به اضافه وای دو، نقطه دو گفتیم این بیه، وای دو یعنی این عدد دو منهای وای یک، وای یک چند؟ سه هست، منهای سه به توان دو. خب حاصل میاریم به دست میاریم، این میشه منفی دو، حاصل این میشه منفی دو به توان دو میشه چهار. اینجا دو منهای سه میشه منفی یک به توان دو میشه یک، چهار تا و یکی میشه چند تا؟ میشه پنج. این میشه رادیکال پنج. این از آبی. دیگه چی رو میخوایم؟
ما باید آسی رو هم به دست بیاریم، از آ تا سی، و بی سی رو هم باید به دست بیاریم. اونا رو میام همینجا حساب میکنم. پس آسی، خب آسی فاصله آ تا سی میشه چی؟ بازم مثلا اینو بگیرم باز نقطه دو، اینو بگیرم نقطه یک. ایکس دو منای ایکس یک، یعنی ایکس این میشه پنج، منای ایکس این یکی یعنی یک به توان دو به اضافه وای این یعنی منفی پنج، منهای وای این یعنی سه، این هم به توان دو. خب چی میشه؟ پنج منهای یک میشه چهار، چهار به توان دو میشه چی؟ میشه شونزده، میشه رادیکال شونزده. منفی پنج منهای سه میشه منفی هشت، به توان دو میشه شست و چهار. حاصل جمعش میشه چقدر؟ میشه رادیکال هشتاد. میشه ساده ترم کرد، میشه نوشت رادیکال هشتاد میشه گفت چهار تا رادیکال پنج، چون هشتاد میشه شونزده تا پنجتا، پس میشه شونزده ضرب در پنج، شونزده از زیر رادیکال میاد بیرون میشه چهار، میشه چهار تا رادیکال پنج، پس این مساوی میشه با چهار تا رادیکال پنج. حالا شاید هم اصلا نیاز نشد فعلا نوشتم. خب بعدی بی سی رو هم باید به دست بیاریم. بی سی رو هم بر اساس همین نقاطی که به ما داده میایم حساب میکنیم. بی سی میشه رادیکال، اینو بگیرم دو، اینو بگیرم یک، این دفعه این نقطه دو باشه نقطه یک. ایکس دو منهای ایکس یک یعنی پنج منهای منفی یک. حواستون باشه به این منها کردن ها، اینجا پنج، پنج منهای چی باید بشه؟ منفی یک. ایکس دو منهای ایکس یک چیه؟ منفی یک. پس پنج منهای منفی یک به توان دو به اضافه وای دو، وای این منفی پنج، منهای وای یک یعنی دو، میشه منفی پنج منهای دو، خب به توان دو. اینجا قرینه منفی یکی میشه مثبت یک، پنج تا و یکی میشه چند تا؟ میشه شیش تا. شیش به توان دو میشه سی و شیش، میشه رادیکال اولی که شد سی و شیش. منفی پنج و منفی دو میشه منفی هفت، به توان دو میشه چهل و نه. اینا رو اگه با هم جمع کنید سی و شیش تا و چهل و نه تا، میشه رادیکال چند تا؟ رادیکال هشتاد و پنج تا. خب پس من این ستا رو به دست آوردم. طول از لا قسمت P میگه نشان دهید مثلث ABC قائم الزاویه است. بچه وقتی میگه قائم الزاویه است، شما باید این رادیکال ها رو با هم مقایسه کنید. یه عددهایی که دارید، الان مثلا این رادیکال 85 هست، اینو باید مقایسه کنید با بقیه عددهایی که دارید. الان رادیکال 85 این هست، این یکی رادیکال 80، اینم رادیکال 5. بزرگی کدوم بزرگی اینه؟ این رادیکال 85 از همه چیه بزرگتر هست. میاد چیکار میکنید؟ میگید آقا رابطه فیثاغورس میشد ضلع بزرگتر. ضلع بزرگتر چند؟ رادیکال 85 به توان 2. پس البته اینجا از خود فیثاغورس که استفاده نمیکنیم، از عکس فیثاغورس. میگیم اینجا BC به توان دو میشه AC به توان دو به علاوه AB به توان دو. ممکنه یکی بگه آقا چطوری؟ میگم آقا نگاه کن، BC به توان دو، BC میشه رادیکال 85 به توان دو مساویه با آسی به توان دو. آسی چند بود؟ رادیکال 80. رادیکال 80 به توان دو به علاوه آبی. آبی چند بود؟ این بالا داشتیم آبی بود رادیکال 5 به علاوه رادیکال 5 به توان دو. خب از اینجا به دست بیاریم رادیکال 85 به توان دو میشه خود 85 مساوی با 80 به توان دو میشه 80، رادیکال 80 به توان دو میشه 80، رادیکال 5 به توان دو که میشه 5، 80 به اضافه 5 میشه 85. بله پس اینجا طبق، پس نتیجه میگیرم از این چیزی که اینجا به دست آوردم، نتیجه بزنم، نتیجه میگیرم از چی؟ عکس فیثاغورس، از عکس رابطه فیثاغورس نتیجه میگیرم که ABC چیه؟ ABC
قائم و زاویه است. پس ببینید یه یاداوری بکنم این رو. رابط فیثاغورس رو شما چی میگفت؟ رابط فیثاغورس میگفت آقا اگر مثلث قائم و زاویه باشه این رابطه برقرار. پس ببین موقعی رابطه فیثاغورسه که این رابطه چی باشه؟ که مثلث میدونید قائم و زاویه است. اگر قائم و زاویه بود حتما رابطه برقرار. این فیثاغورس. عکس فیثاغورس چی میگه؟ میگه ببین من این مثلث نمیدونم چیه. اگر این رابطه توش برقرار بود میگم خب این رابطه مال مثلث قائم و زاویه است. پس عکس فیثاغورس میگه اگر این رابطه بین ضلع‌های یک مثلث برقرار بود اون مثلث میشه مثلث قائم و زاویه. قسمت ت شیب دو خط آبی و آسی را به دست آورید. شیب آبی چقدر میشه بچه ها؟ خب معلومه شیب رو چطور می نوشتیم؟ یاداوری هم جا هست اینجا به هم بغل میگه. شیب میشد چی؟ شیب میشد وای دو منهای وای یک به روی ایکس دو منهای ایکس یک. اینجا هم اگر جاشون رو عوض میکردید مشکلی پیش نمیومد. یعنی وای یک منهای وای دو به روی ایکس یک منهای ایکس دو. چون وقت دوتا قرینه میشدن منفی ها با هم، یعنی این میشه در واقع مینویسم پاک میکنم میشه قرینه وای یک منهای وای دو به روی این هم که قرینه ایکس یک منهای ایکس دو هست. خب اگر این منفی با این منفی پاک بشه چه اتفاقی رخ بده؟ رخ میده این مساوی میشه با چی؟ میشه وای یک منهای وای دو به روی ایکس یک منهای ایکس. پس الان شیب رو بخواید به دست بیارید از این رابطه یا از این رابطه؟ این دوتا با هم معادل هستن. خب قبل از این که حالا اینو ادامه بدم، پس من شیب رو رابطه شیب رو براتون گفتم. یه پرانتز باز کنم از قسمت قبل. ببینید اینجا وترمون بود بی سی، درسته ضلع بزرگتر توی مثلث قائم و زاویه ضلع بزرگتر وتره. وترمون بی سیه. حالا کدوم زاویه قائم است؟ اونی که روبرو به وتره. مگه بی سی الان وتر نیست؟ کدوم زاویه روبرو به بی سی؟ زاویه آ. پس الان وقتی ثابت کردیم که این آ بی سی قائم الزاویه است، اون زاویه‌ای که روبرو به وتره میشه چی؟ میشه زاویه قائمه. پس این الان زاویه قائمه است، اینو بدونید. چرا؟ چون الان این نتیجه‌ای که تو این نتیجه‌ای که میخواد برای ما خیلی مهم است. خب شیب‌های چی رو خواسته؟ شیب آبی رو خواسته. ام آبی رو از ما خواسته. شیب آبی نقطه B رو بگیرید، دو نقطه A رو بگیرید، یک. همین رابطه رو براش دنبال میکنیم. میگیم چی؟ میگیم آقا این وای دو، وای دو چنده؟ من دو هست. منهای وای یک، وای آ چنده؟ سه هست. بروی ایکس دو، ایکس این منفی یک هست. منهای ایکس یک که هست یک. دو منهای سه میشه منفی یک بروی منفی یک و منفی یک هم میشه منفی دو. منفی در منفی میشه مثبت. شیب شد چقدر؟ یک دوم. و شیب آسی رو هم میخواد از ما. ام آسی من الان پیشبینی میکنم این میشه دو. حل نکردم، من این سوالات رو برای اولین بار دارم میبینم، ولی الان پیشبینی میکنم این میشه دو. چون این زاویه قائم است باید میشه منفی دو، هم دو نمیشه. شیب آسی میشه منفی دو. بیاید حساب کنیم. نقطه آ رو بگیرم یک، اینو بگیرم دو این دفعه. پس وای این منفی پنج. منهای وای آ چنده؟ وای آ هست سه. اینجا نگاه کنید معلومه وای این منفی پنج، وای این هست سه. منفی پنج منهای سه به روی ایکس این، ایکس سی چنده؟ پنج. منهای ایکس آ یعنی ایکس این هست پنج، ایکس این هست یک. پنج منهای یک. منفی پنج و منفی سه میشه منفی هشت به روی پنج منهای یک میشه چهار. منفی هشت چهارم میشه منفی دو. چه رابطه بین اینا مشاهده میکنید؟ بچه این مخرج یک بش بدم. یک دوم و دو یکم معکوسن و یک دوم و دو یکم علامتاشون هم با هم فرق میکنن. یعنی هم معکوس هم قرینه. پس منفی دو یکم معکوس قرینه یک دوم هست. و اگر اینا رو در هم ضرب کنیم، نگاه کنید، یک دوم ضرب در منفی دو، یه مخرج یک به این بدید، دو با دو ساده میشه، این میشه منفی یک، این هم میشه حاصلش میشه
منفی یک یکم که میشه منفی یک. پس چه رابطه بین این دوتا شیب مشاهده کردیم؟ مشاهده میکنیم که حاصل ضرب آنها چقدر منفی یک هست. دقت کنید که الان آبی و آسی بر هم چی هن؟ عمودن. حواستون باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی حاصل ضرب شیب دو تا پاره خط یا دو تا خط بشه منفی یک، اونجا زاویه بینشون 90 درجه است. حواستون به این نکته باشه. حاصل ضرب آنها منفی یک هست. یا میتونید بگید چی؟ یا میتونید بگید شیب یکی از آنها چیه؟ قرینه معکوس دیگری است. یعنی اگر شیب یکی رو داشتید میدونستید که اینا برهم عمودن، میاید چیکار میکنید؟ میاید قرینه میکنید، علامتش رو قرینه میکنید و بعد معکوس میکنید. بریم صفحه بعد، صفحه 31. مثال: در شکل زیر معادله عمود منصف پاره خطی را بنویسید که دو نقطه A منفی 2 و 1 و B 3 و 4 را به هم وصل کرده است. خب ببینیم خود کتاب چی میگه. حل: عمود منصف یک پاره خط، اینو دقت کنید، عمود منصف یک پاره خط شامل همه نقاطی است که فاصله آنها از دو سر پاره خط به یک اندازند. بچه این نکته رو کلاس هشتم گفتن، کلاس نهم گفتن، فکر کنم دهم هم باز اشاره کردن. شما کلا اگر که یک خط داشته باشید به این صورت، یک پاره خط ببخشید، یه پاره خط باشه، بیاید عمود منصفش رو رسم کنید. عمود منصفش میشه یک خط. خب الان این هم عموده و هم این رو چیکار کرده؟ نصف کرد. شما هر نقطه‌ای روی این در نظر بگیرید و این نقطه رو بیایید به دو سر این وصل کنید، یعنی به اینجا وصل کنید، به اینم وصل کنید. این فاصله، این فاصله و این فاصله وصل نمیشه، اینو کم بزنم، این فاصله اینجا و این فاصله اینجا، یعنی فاصله این نقطه تا این و فاصله این نقطه تا این، این دو تا با هم چی هم برابر. هر نقطه دیگه هم بذارید فاصلهش تا دو سر این پاره خط با هم برابر است. این نکته رو بارها توی کتاب‌های درسی مختلف بهش اشاره کردم. میگه بنابراین اگر پی آ مساوی پی بی، آنگاه پی روی عمود منصف آبی قرار دارد. فرض کنیم پی ایکس و وای یه نقطه باشه، آنگاه با استفاده از فرمول فاصله پاره خط میتوان نوشت. ببینید ما میخوایم معادله عمود منصف پاره خطی که از این که این دو تا نقطه رو به هم وصل کرده، عمود منصف پاره خط، اول پاره خط این دو تا رو باید به دست بیاریم، بعد عمود منصفش رو به دست بیاریم. خب اینجا گفته اول این نکته رو به ما گفته و میدونیم پی آ و پی بی با هم برابرن، یعنی نقطه‌ای که روی عمود منصفه فاصلهش تا این دوتا برابر. رابطه رو می‌نویسیم، نقطه رو می‌گیریم، نقطه پی رو می‌گیریم، ایکس و وای، می‌گیم رادیکال ایکس به علاوه 2 به توان 2، ایکس رو می‌گیرم نقطه 2، اینو می‌گیرم نقطه 1. خب ایکس و وای دیگه، درسته؟ x2 منهای x1، x منهای منفی 2، قرینه منفی 2 میشه مثبت. پس ببین اولی بود x منهای منفی 2 که قرینه منفی 2 شد مثبت 2، این به توان 2 که این به این صورت نوشته شد. بعد وایش، این px و وای دارم میگم، بعد وایش y2 منهای y1 میشه y منهای 1 به توان 2. این از این مساوی با، حالا همینو باز دو میگیرم، اینو یک میگیرم، x2 منهای 3 منهای x1، یعنی x منهای 3 به توان 2، y2 منهای y1، اینو میگیرم نقطه 1 این بار، y2 که خود y1 هم هست 4 میشه، y منهای 4 به توان 2. پس این به این صورت شد عزیزان. دقت کنید که اینجا این نقطه رو من 1 گرفته بودم، اون نقطه رو 2، باز برای این هم همینطور، اینو یک گرفته بودم اون دو. این رابطه برای ما به دست اومده.
باب توان رساندن دو طرف طرفین و ساده کردن. خب به توان دو برسونیم که این رادیکال حذف میشن، پس چه اتفاقی رخ میده؟ این میشه x به علاوه 2 به توان 2 که به توانش هم میرسونه، میشه x 2 به علاوه. پس نگاه کن اینجا من اینا رو به توان 2 رسوندم. خب گفتیم اینجا وقتی یه چیزی رو به توان 2 میرسونید، خودش رادیکالی رو به توان 2 میرسونید، خود رادیکال زیرش مثبته، میتونید توان 2 رو با رادیکال خط بزنید. حالا اینو به توان 2 میرسونم، میشه x2 به علاوه 2 برابر x در 2 که میشه 4x به علاوه 2، یعنی 2 به توان 2 که میشه 4 به علاوه، این میشه y به توان 2 y2، 2 برابر y در منفی 1 میشه منفی 2y، منفی 1 به توان 2 میشه مثبت 1 مساوی با این. یکی چی؟ x به توان 2 که میشه خود x2، 2 برابر x در منفی 3 میشه منفی 6x، منفی 3 به توان 2 میشه مثبت 9 به اضافه دومی به توان 2 که وای منهای 4 به توان 2 هست، وای به توان 2 میشه وای 2، 2 برابر وای در منفی 4 میشه منفی 8 وای، و دومی یعنی منفی 4 به توان 2 که میشه مثبت 16. خب اینا رو ساده میکنی، نگاه کن x2 با x2 خط میخوره، وای 2 با وای 2 خط میخوره، x ها رو میبریم یه سمت، منفی 6x میاد این ور میشه مثبت 6x، 6x با 4x میشه 10x، دیگه این منفی 8y رو میاریم این ور مثبت میشه، میشه مثبت 8y، منهای 2y میشه مثبت 6y مساوی با این عدد 1 رو میبریم اون ور، 16 منفی 1 بیاد این ور منفی میشه 16 منهای 1 میشه 15. دو طرف رو به دو تقسیم میکنیم، دو طرف رو ببخشید من حواسم نبود بچه ها، من اینجا 9 هم داشتم 4 هم داشتم، اصلا حواسم به اینا نبود. 16 تا 9 تا میشه 25 تا، 1 و 4 تا هم میشه 5 تا، میشه چی؟ 16 و 9 25، این 1 و 4 میشه 5، 5 میاد اینور منفی میشه، میشه 16، در واقع بذارید من خط بزنم بنویسم، اینا جمعش شد 25، اینا جمعش شد 5، 5 بر اونور منفی میشه 25 منهای 5 میشه 20. حالا دو طرف رو به دو تقسیم میکنم، 10x بر روی 2 میشه 5x، 6y بر روی 2 میشه 3y، 20 بر روی 2 هم میشه چی؟ 10. پس وقتی که من اینو اومدم به توان 2 رسوندم ساده کردم به این صورت شد. حالا میگه این معادله برای تمام نقاطی که از A و B هم فاصله اند برقرار است، بنابراین معادله عمود منصف AB است. پس وقتی که خواستید معادله عمود منصف رو به دست بیارید چیکار میکنید؟ میاد یه نقطه میگیرید، نقطه دلخواه، فاصله اون رو تا دو سر پاره خط، دو نقطه‌ای که گفته، تا اون دو تا نقطه فاصلهش رو به دست میارید، نقطه رو میگیرید X و Y، فاصله اش رو تا هر کدوم از اینا به دست میارید و این فاصله ها باید برابر باشن. گفتم فاصله هر نقطه رو عمود منصف از دو سر پاره خط یکسانه. پس این عمود، اینجا هم گفته بود معادله عمود منصف پاره خطی که اینا رو به هم وصل میکنه رو به دست بیارید. من دقیقاً اومدیم معادله همون عمود منصف رو به دست آوردیم. میدونید که این معادله یک خط هست. میگه در مثال بالا شیب آبی برابر 3/5 و شیب عمود منصف آن برابر منفی 5/3 است. چه رابطه‌ای بین این دو شیب مشاهده می‌شود؟ همون چیزی که صفحه قبل بهتون گفتم. دقیقاً همون چیزی که صفحه قبل بهتون گفتم. اینجا می‌دونید که شیب رو چطور به دست میارید. شیب میشه چی بچه‌ها؟ شیب میشه ضریب x، میشه کلاً اگر داشتید mx، البته mx نبذارید من ax بنویسم. اگر داشتید AX به علاوه BY حالا به علاوه C مساوی 0 فرقی نمی کنه، شیب رو بخواید به دست بیارید شیب چی میشه؟ ببینید AX رو ببرید اونور، BY مساوی با C رو هم ببرید اونور، BY مساوی میشه با AX منفی AX، C هم بره میشه منفی C، بعد بر ضریب وای یعنی بی تقسیم میکنید، این میشه چی؟ این میشه وای مساوی منفی آ بیوم ایکس منهای سی بیوم. پس اگر بی این فرم بود، حواستون باشه مثل این، نه این ده اون ور بود،
اگر بین فرم بود به صورت کلی معادله خط بهش میگن. این چی میشه؟ ضریب x که میدونی شما در حالت عادی خود دید که معادله خط میشه mx به علاوه d. درسته که میگفتید m میشه شیب و d میشه چی؟ عرض از مبدأ. حالا صورت کلی معادله خط رو اگه بهتون بدن، الان ضریب x میشه شیب، شیب ضریب x دیگه، وقتی به y تنها یه گوشه بمونه این میشه صورت شیب عرض از مبدأ. خب شیب میشه ضریب x منفی a بیوم و این عدد میشه عرض از مبدأ. ما زیاد کاری با عرض از مبدأ نداریم، من اینجا فقط خواستم اینو بهتون یادآوری کنم که چی بگم. برای اینها، برای معادله‌ای به فرم ax به علاوه by به علاوه c مساوی 0، شیب میشه چی؟ شیب میشه قرینه a به روی b. پس شیب این الان چی میشه؟ شیب این میشه قرینه ضریب x میشه a، ضریب x یعنی منفی 5 به روی ضریب y یعنی 3. پس اینجا که گفته منفی 5 سوم شیب عمود، شیب عمود منصف منفی 5 سوم، بر اساس این خط گفته معادلهشو دارید، شیبش میشه منفی 5 سوم. شیب آبی هم که میشه 3 پنجم، نقاط آبی رو دارید دیگه، واضحه اختلاف عرضاشون 3، اختلاف طولهاشون چنده؟ 5. نگاه کن اختلاف طولها الان 5، اختلاف عرضها چقدر؟ 3، میشه 3 به روی 5. خب چه رابطه‌ای مشاهده میکنیم؟ من اینا رو فقط برای یادآوری گفتم ها، وگرنه اصل اینجا این سوالی که داره از ما میپرسه برای این یادآوری است. حواستون خوب جمع باشه. ببین 3 پنجم منفی 5 سوم، 3 پنجم رو قرینه کن میشه منفی 3 پنجم، معکوس کن میشه منفی 5 سوم. بیاید در هم ضرب کنید، در هم 3 پنجم رو منفی 3 پنجم رو ضرب کنید، منفی ببخشید 5 سوم، چی میشه؟ 3 با 3 میره، 5 با 5 میره، این میشه 1 1، این میشه منفی 1، این میشه 1. خب 1 در منفی 1 میشه منفی 1، 1 هم میشه 1 تو مخرج که میتونیم ننویسیم. پس حاصل ضرب اینا چنده؟ حاصل ضربشون میشه منفی 1. پس چه رابطه بین دوتا مشاهده میکنیم؟ میگیم حاصل ضرب آنها چنده؟ منفی 1 است. یا چی؟ یا میتونیم بگیم که یکی از آنها قرینه معکوس دیگری است. یا دوتاشون قرینه معکوس هم میشن دیگه، وقتی یکی قرینه معکوس اون باشون، یکی هم به تبع همین رابطه رو داره. به طور کلی این خیلی نکته مهمیه، خیلی مهمه. به طور کلی اگر خطوط دی و دی پریم به ترتیب با شیب های ام و ام پریم بر هم عمود باشند، آنگاه ام در ام پریم میشه منفی 1 و برعکس. برعکسش یعنی چی؟ یعنی اگر که حاصل ضرب شیب های دو تا خط بشه منفی 1، اون وقت میگید خط ها بر هم چی هم عمودن. پس اینا یه رابطه دو طرف است. اگر دو تا خط بر هم عمود باشن، حاصل ضرب شیبا میشه منفی. اگر بدونیم که دو تا خط شیباشون حاصل ضرب شده منفی 1، میگیم اینا بر هم چیان عمود. بریم سراغ کار در کلاس. میگه نشان دهید نقطه پی منفی 12 و 11 روی عمود منصف پاره خط واصل دو نقطه آ 0 و منفی 3 و B 6 و 15 قرار. واصل یعنی وصل کننده، یعنی اگر دو نقطه داشته باشید و این پاره خطی که میاد اینا رو به هم وصل میکنه. میگه نشون بدید پی روی چی؟ رو عمود منصف این پاره خط است. نقطه پی نقطه رو عمود منصف این پاره خط. برای اینکه اینو نشون بدیم گفتیم باید پس اگر این آ باشه این بی، باید فاصله این نقطه پی تا آ با فاصله پی تا بی با هم چی باشند؟ برابر باشند. اگر بخواد چنین اتفاقی رخ بده باید پی آر رو به دست بیاریم، پی بی رو هم به دست بیاریم. اگر با هم برابر شدن یعنی این نقطه روی عمود منصف قرار داره. خب من اینو میگیرم نقطه دو، یه بار اینو میگیرم یک، یه بار این یکی رو. خب اول اینو بگیرم دو، منفی 12 منهای 0 به توان دو، یعنی اختلاف طول ها
به علاوه 11 منهای منفی 3 نقطه طول این ارزش 11 این منفی 3 11 منهای منفی 3 به توان 2. اینجا قرینه منفی 3 که میشه مثبت 3، 11 و 3 هم میشه 14. اینجا منفی 12 خودش به توان 2 میشه چی؟ میشه رادیکال. منفی 12 به توان 2 میشه 144، 14 به توان 2 فکر کنم میشه 196. اینا رو با هم جمع کنید میشه چقدر؟ میشه رادیکال. خب که این میشه رادیکال 360. 360 میشه 36 تا 10 تا 36 میاد بیرون میشه 6، میشه 6 رادیکال ده. این 36 تا 10 تا میشه رادیکال 36 میشه 6 و رادیکال 10 هم که باقی میمونه. پس این از اولی. دومی هم یعنی مثل همین به دست میاریم پی بی میشه چی؟ حالا این بار اینو نقطه 1 میگیریم، باز اینو نقطه 2 گرفتیم توی هر دو تا، حالا باز میشه رادیکال x2 یعنی منفی 12 منهای 6 به توان 2 به علاوه وای این یعنی 11 منهای وای این یعنی 15 به توان 2. خب حاصلش میشه چی؟ میشه خب منفی 12 و منفی 6 میشه منفی 18، 11 منهای 5 میشه منفی 4، منفی 18 به توان 2 فکر کنم میشه منفی 300 و خب این میشه چی؟ منفی 18 به توان 2 میشه 324 و منفی 4 به توان 2 هم که میشه مثبت 16. 324 و 16 میشه رادیکال 340. این با بالای مساوی نیست. یعنی چی؟ یعنی این روی این نقطه روی عمود منصف قرار نداره. شوخی کردم، نه این نیست. چیکار کردیم؟ اینجا اشتباه جواب رو به دست آوردیم. ببینید 144 و 196 میشه چقدر؟ میشه 340 نه 360. من اشتباه حساب کردم. پس این رادیکال 340، اینم رادیکال 340. در نتیجه میگیم پی آ مساوی با پی بی. پس اینا با هم چی هستن؟ اینا با هم مساوی هستن. بریم صفحه بعد، صفحه 32، مختصات نقطه وسط یک بار خط. خیلی راحتی این درس. فعالیت سال اول میگه در شکل زیر نقطه M وسط پار خط آبی است. طول نقطه M چقدر است؟ خب ببین آبی وقتی که اینجا باشه فاصلش چقدره؟ 8. فاصلش که 8 باشه یعنی چی؟ یعنی نقطه وسطش میشه 4. یعنی از هر طرف 4 تا فاصله داره. خب از 6 4 تا کم کن میشه چی؟ میشه 2. یا به منفی 2 4 تا اضافه کن میشه 2. پس طول نقطه M چند؟ 2. چه ارتباطی بین طول نقطه M و طول نقاط A و B مشاهده می‌کنی؟ ببین اگر بخوام به نقطه M رو به این دوتا ربط بدم، نه اینکه فقط به یکیشون، اگه بخوام به دوتا ربط بدم میگم نگاه کن، برای اینکه M رو به دست بیاری بیا این دوتا رو با هم جمع کن، حاصل جمعش 6 با منفی 2 جمع بشه، بعد تقسیم بر 2 کن. 6 منهای 2 میشه 4، 4 به روی 2 میشه چی؟ 2. پس میام چی کار میکنیم؟ میگیم میشه حاصل جمع A و B تقسیم بر 2. پس من اینجا بنویسم این رو. میگه چه ارتباطی مشاهده میکنیم؟ میگیم M میشود حاصل جمع طول M میشود حاصل جمع طولهای A و B تقسیم بر 2، یا میتونیم بگیم میانگین طولهای A و B. سوال سوم میگه اگر A و B دو نقطه دلخواه روی محور X A و M وسط AB باشد، طول نقطه M را بر حسب طولهای نقاط A و B به دست آورید. خب من بالا بهتون گفتم دیگه، اینجا AM و BM با هم برابرن، یعنی XM منهای XA برابر با چی میشه؟ برابر میشه با XB منهای XM. ببین طول AM با طول BM برابره، چون این وسطشه دیگه، درسته؟
پس طول آم که میدونید میشه xm، x بزرگتر منای x کوچکتر، xm منای x ها، و طول mb هم میشه x بزرگتر یعنی xb منای xm. خب حالا اگه بخوایم بررسی اینا مرتب کنیم، xm رو منفی xm رو میبریم اونور، میشه 2 تا xm مساویه با x منفی x ها رو میاریم اینور مثبت میشه، میشه xb به علاوه این میاد اینور مثبت میشه به علاوه x ها. دو طرف رو به 2 تقسیم کنید، xm چی میشه؟ اینو به 2 تقسیم کنید 2 ساده میشه، اینو به 2 تقسیم کنید میشه xb به علاوه x آ تقسیم بر 2. سوال چهارم میگه اگر آ و B روی محور وای ها و عرض نقاط آ و B را با وای آ و وای B نشان دهیم و M وسط پاره خط آبی باشد، چه دستوری برای محاسبه عرض نقاط M میتوان بیان کرد؟ باز هم دقیقا همینطوره. ببین باز اگر مثلا همین رو بچرخونید، یعنی به این صورت باشه، خب به این صورت باشه، یه نقطه اینجا باشه نقطه B، اینجا باشه وای B و اینجا باشه وای آ و یه نقطه مثل ام، ام وسطشه، خب این نقطه آ باشه این نقطه بی باشه، اینجا وای بی اینجا هم وای آ. من میخوام ببینم که در واقع ایکس ام وای ام میخوام ببینم چقدره، درسته؟ مثل دقیقا دارم مثل بالایی میرم جلو، میخوام ببینم وای ام چقدره. میگم چی؟ میگم آقا دقیقا بیاد مثل بالا، مگه اینجا هم AM با BM برابر نیست؟ ممکنه بگی چرا برابر؟ میگم آقا وسطه، وسط یعنی نصف کرده، آبی رو نصف کرده، آبی که نصف بشه این پاره خط بالا و بالای با پایینی برابر، خب AM برابر BM، چه نتیجه میگیرم؟ خب میگم دقیقا همون وای B منهای وای M یا وای M منهای وای A، وای M منهای وای A میشه چی؟ میشه AM. این با چی برابر؟ با بی ام، یعنی وای بی منهای وای ام مساوی میشه با وای بی منهای وای ام. خب ام ها رو ببریم، اینایی که ام دارن رو ببریم یه سمت، وای ام اینجا هست اینجا هم هست، منفی وای ام بر اونور مثبت میشه با وای ام میشه دو تا وای ام مساوی این وای بی، این منفی وای ا بیاد اینور مثبت میشه به اضافه وای ا، دو طرف رو که به دو تقسیم کنید وای ام چی میشه؟ میشه وای بی به علاوه وای آ تقسیم بر 2. بریم سراغ کار در کلاس. سال اول میگه اگر آ 1 و 5 و بی 5 و 3 دو سر پاره خط آبی و ام آ و بی وسط این پاره خط باشد، تصویر نقاط آ و بی و ام را روی محورهای مختصات مشخص کن. ببینید نقطه بی اینجا میشه، تصویرش رو محور ایکس میشه، اینجا میشه ایکس بی. نقطه آ تصویرش، تصویر یعنی همینو بیار روی محور، از همین نقطه بیار روی محور ایکس، بیار روی محور ایکس، ایکسش میشه چی؟ ایکس آ. اینجا اینجا وای بی بیاد اینجا این میشه وای بی، اینم بیاد اینجا این میشه وای آ. پس تصویر وای روی محور وای اینجا میفته. خب اما نقطه ام وسطشه، نقطه ام اینجاست، درسته؟ نقطه ام تصویرش روی این محور میاد اینجا و روی این یکی محورم میاد این بالا قرار میگیره. یک کمی بد کشیدم، بعد یک کمی اصلاح کنم اینو. خب درست شد تقریبا. این میشه چی الان؟ این الان نقطه ام هست وسط آ و بی، اینجا میاد میشه ایکس ام و اینجا میاد میشه چی؟ وای ام. میگه تصویر این، اینا رو که مشخص کنیم، با توجه به تصویر نقاط آ و بی و ام روی محورهای مختصات، نقطه ام را به دست آورید. ببینید برای اینکه ام رو به دست بیارید، ایکس ام رو به دست بیارید، بالا خوندیم که رو محور ایکس میخواید ایکس ام رو به دست بیارید، ایکس ام چی میشه بچه ها؟ میشه ایکس بی و ایکس آ جمعشون تقسیم بر 2. ایکس بی چند؟ ایکس بی هست 5 به اضافه ایکس آ هست 1 تقسیم بر 2. 5 تا و 1 میشه 6 تا، 6 به روی 2 میشه 3. وای ام رو بخواید چی؟ وای ام هم دقیقا همینطور، نگاه کن میشه وای آ به اضافه رو محور وای دیگه،
وای آ به اضافه وای بی، همین فرمولی که اینجا به دست آوردیم، تقسیم بر دو. وای آ هست 5، وای بی هست 3، پس میشه 5 به اضافه 3 به روی 2 میشه 8 دوم که مساوی با 4. پس نقطه M مختصاتش چی و چیه؟ طولش 3 و عرضش 4. آیا درسته؟ 1 2 3 طولشه، عرضش هم 1 2 3 4. پس این راحته بچه ها، کلن اینو یاد بگیرید که اگر آ و بی دو نقطه در صفحه مختصات و ام وسط پاره خط آبی باشد، مختصات نقطه ام میشه این، طولش میشه x آ به علاوه x بی بروی دو، و وای ام میشه وای آ به علاوه وای بی بروی دو. خیلی نکته مهمی هم هست. بریم صفحه بعدی، صفحه 33. فاصله یک نقطه از خط، اینم خیلی مطلب مهمی هست که یه نقطه از یه خط چقدر فاصله داره. خب برای به دست آوردن فاصله نقطه از خط ببینیم کتاب چی کار میخواد بکنه. میگه اگر خط دی و نقطه آ در خارج آن داده شده باشه. نگاه کنید، این الان یه خط دی داده، یه نقطه آ هم هست که خارج این خط قرار داره. فاصله نقطه آ از خط دی همان کوتاه‌ترین فاصله آ از دی تعریف میکنیم. فاصله نقطه آ از خط دی را همان کوتاه‌ترین فاصله آ از دی تعریف میکنیم. نگاه کنید عزیزان، یه خط دارید، خب خوب دقت کنید چی میگم، یه نقطه هم دارید، خب میخواید ببینید این نقطه روی خط نیست، خارج خط، میخواید ببینید این نقطه چقدر تا این خط فاصله داره. ببین اگه بخواید از اینجا به این پار خط وصل کنید، خیلی میتونید وصل کنید، خب بی شمار میتونید وصل کنید، اما کوتاه ترین فاصله، ببین هی اینا الان قبول دارید که اینا هی دارن کوتاه تر میشن، هرچی میام این وقت هی کوتاه میشه تا جایی که میرسید به فاصله عمودی. کوتاه ترین فاصله، فاصله عمودیه. شما الان نگاه کنید، مثلا این رو بیایید با این مقایسه کنید، خب یا این رو مثلا بیایید با این بغل دستیش مقایسه کنید. من بیارم مثلا این بغل دستیشو بیارم براتون، میخوام با این مقایسه کنم، خب این الان خوبیش اینه میچرخه، ببین میخوام مقایسه کنم، کنار هم میذارم، ببین این عموده است، عموده میبینید کوچیکتره. من میتونستم مثلا بیارم اینجا یه لحظه اگه برگردونم این یکی رو صاف کنم، اینو صاف کنم، میتونم بچرخونم صاف کنم. ببین اینو بذارید بغل این یکی، کدوم بزرگتره؟ معلوم این بزرگتره از این. چرا؟ چون همیشه کوتاه‌ترین فاصله فاصله عمودیه. پس فاصله یک نقطه از یک خط، فاصله نقطه از خط دی، کوتاه‌ترین فاصله آ از دی تعریف میکنیم که ادامهش نگاه کن، با توجه به آن که طول عمود از طول مایل کوتاه‌تر است. چرا؟ چرا همیشه کوتاه‌ترین فاصله فاصله عمودیه؟ نگاه کن، فرض کنید که فاصله عمودی نباشه، یعنی فاصله آم رو بخوام. خب ببینید قبول دارید که این مثلث، این الان فاصله عمودیه، این هم یه فاصله غیر عمودیه. هر فاصله غیر عمودی شما در نظر بگیرید، یه مثلث قائم الزاویه اینجا ایجاد میشه. الان آم چیه؟ این وتره، یه مثلث قائم الزاویه است که این فاصله مایل یا فاصله غیر عمودی این وتر میشه. خب شما میدونید وتر همیشه چیه؟ همیشه از تمام ضلعهای مثلث قائم الزاویه بزرگتره. پس الان آم از آه چیه؟ بزرگتره. پس اینجایی که گفته چرا، میگیم چون در مثلث قائم الزاویه آمه وتره آم، اینو پاک کنم ببرم بالا، وتر آم از همه ضلع‌های مثلث بزرگتر است، یعنی از آه چیه؟ بزرگتر است. پس فاصله مایل، طول مایل، طول آ تا ام از طول آه چیه؟ بزرگتره، چون میشه وتر مثلث قائم الزاویه. بنابراین
میگه این فاصله را فاصله را عمود عائج در نظر میگیریم. بنابراین برای به دست آوردن فاصله هر نقطه از خط کافی است از آن نقطه بر خط چیکار کنیم؟ عمودی رسم کنیم و طول پاره خط عمود شده را اندازه گیری کنیم. پس هر جا بهتون گفتن که فاصله یک نقطه از یک خط رو به دست بیار چیکار میکنید؟ میاید از اون نقطه بر خط عمود رسم میکنید. فعالیت رو نگاه کنید. میگه در شکل روبرو خط دی به معادلی دوای به علاوه ایکس مساوی 5 و نقطه آ 4 و 3 داده شده است. یک، عمود عائج را بر خط دی رسم کنید. خب میخوایم از آ یه عمود بر دی چیکار کنیم؟ رسم کنیم. یه عمود حالا من نمیدونم کجا میفته، به صورت حالا تصادفی عمود رسم میکنم. عمود اینجا پایین هم اسمشو میذارم H. حالا اگر لازم شد بعد میتونم جاشو عوض کنم. اینجا H هست. خب رابطه بین شیب های دو خط دی و آه را به دست آورید. بچه دقت کنید، رابطه شیب خط دی و آه چی میشه؟ شیب دی که گفتم بهتون اینجا ضریب x 1، ضریب y 2، ضریب x میشه a، ضریب y میشه چی؟ b. شیب این میشه چی؟ y میشه منفی قرینه این، یعنی منفی 1 به روی 2. وای نه چی میگم، ام میشه چی؟ ام میشه منفی 1/2. خب پس این از این و آه رو به شیب آه رو بخوایم به دست بیاریم، شیب آه چی میشه بچه ها؟ شیب آه رو من بدون هیچ گونه حلی باز میگم چی؟ میگم میشه 2. چرا؟ من همون صفحه قبلا براتون گفتم، گفتم که وقتی دو تا خط بر هم عمودن، مگه الان نگفتیم آه رو بر خط دی، عمود آه یعنی الان زاویه شون چقدره؟ 90. مگه نگفتیم وقتی که دو تا خط بر هم عمود میشن یا یه پاره خط بر یه خط عمود میشه شیباشون قرینه معکوس هم دیگه؟ قرینه منفی 1/2 میشه 1/2، معکوس 1/2 هم میشه 2/1 یا 2. پس الان این ام چی هست؟ ام آه هست و این یکی ام دی هست. پس رابطه شون که معلومه، رابطه بین شیب های دو خط میگیم چی؟ ام دی در ام آه مساوی میشه با منفی، یعنی حاصل ضرب شیبا میشه منفی 1. اگر نگاه کنید منفی 1/2 در چی میشه؟ منفی 1/2. میگه شیب آه را به دست آورده و معادله خط آه را بنویسید. معادله خط رو که بلدید چطور باید بنویسید؟ معادله خط، ببینید نقطه رو دارید، این اگر بذار بنویسم براتون، معادله خطی به شیب ام که از نقطه آ ایکس 0 و وای 0 میگذره میشه چی؟ میشه وای منهای وای 0 مساوی میشه با ام در ایکس منهای ایکس 0. میتونستیدم این وای 0 رو ببرید اونور، یعنی بگید همون اول بگید وای مساوی با ام در ایکس منهای ایکس 0 به علاوه وای 0. این دیگه دست خودتون، حالا میخواید به فرم بالا یا به فرم پایین بنویسیدش. خب پس اینجا من معادله این خط رو ازم خواسته، معادله خطی که از آه میگذره، میگم وای میشه شیب یعنی 2 در ایکس منهای ایکس 0. ایکس 0 این چنده؟ الان ایکس 0، اینم وای 0. ایکس 0 4، وای 0 3. ایکس منهای 4 به علاوه وای صفرمون که چند؟ 3 هست. خب پس از اینجا نتیجه میگیرم وای مساوی میشه با چی؟ 2 در این میشه 2 ایکس، 2 تا منفی 4 هم میشه منفی 8 میشه 2 ایکس، منفی 8 تا مثبت 3 هم میشه منفی 5. پس معادله خطی که الان داره از این میگذره هست چی؟ هست 2 ایکس منهای 5. این جواب سوال سه بود. سوال 4 میگه دستگاه متشکل از دو نقطه دی و آه را تشکیل دهید و مختصات محل برخورد دو خط یعنی نقطه اچ را به دست آورید. خب من این رو بیام به فرم استاندارد بنویسم یا نه اینو درست کنم فرقی نمی کنه.
میتونم اینو ببرم اون سمت که به این شکل بشه. پس مختصات این معادله این شده دوای به علاوه x مساوی 5. معادله این یکی هست، اگر که من 2x رو ببرم اونور میشه چی؟ یا 2x رو ببرم اونور میشه y منهای 2x مساوی منفی 5. y منهای 2x مساوی با منفی 5. ببینید الان اینجا من کافی بالایی رو در یه 2 ضرب کنم. اگر بالایی رو در یه 2 ضرب کنم این چی میشه؟ این میشه 2 دو تا 4 تا 4 y، 2 تا x هم میشه 2x مساوی با 2 5 تا میشه چی؟ 10 تا. چرا ضرب کردم؟ میخوام یکیشو یا باید y رو قرینه کنم یا x رو. اگر در 2 ضرب میکردم بالایی رو این میشد 2x، اینم منفی 2x. الان نگاه کن اینم میشه این منفی y منهای 2x مساوی منفی 5. کاری با پایینی نداشتم. اینا رو اگه با هم جمع کنم 4y با y میشه 5y، 2x منهای 2x هم میشه 0 مساوی با 10 منهای 5 هم میشه 5. دو طرف رو به 5 تقسیم کنیم سریع میگم y میشه چی؟ 5 5 و مساوی با 1. y به دست میاد. میتونستید هم پایینی رو در منفی 2 ضرب کنید. اگه پایینی رو در منفی 2 ضرب میکردید y ها قرینه میشدن، x ها به دست میمون. خب حالا اینجا y شد 1، x رو میخوام توی یکی از این رابطه جایگذاری میکنم. تو رابطه بالایی چون منفی نداره، x منفی نداره، تو رابطه بالایی جایگذاری میکنم، به جای y میذارم 1. پس میگم 2 ضرب در 1 به اضافه x مساوی 5. 2 1 که میشه 2 تا، میره اون منفی میشه، x میشه چی؟ 5 منهای 2 که میشه 3. پس نقطه h هست چی؟ نقطه h طولش هست 3 و عرضش هم هست 1. ما شانسی هم درست این رو رسم کردیم. نقطه به طول 3 و عرض 1 هست. بچه ها بذارید من یه نکته رو اینجا بهتون بگم، یاداوریه، شاید حالا بعدن جایی ببینید. اینجا این معادله رو میشد به روش، الان من از روش حذفی استفاده کردم، اومدم دوتاشو حذف کردم. حالا ممکن بود شما ببینید، ممکنه یه جایی ببینید که اومده این کار رو کرده، گفته y منفی 2x رو برده اونور، گفته 2x منهای 5 از همین، یعنی اومده اصلا معادله رو به همین فرم نوشته. ببینید ممکنه یه جا بیان اصلا معادله رو، دستگاه معادلات رو به این شکل براتون تشکیل بدن. نگاه کنید بیان بگن آقا معادله ما هست 2y به علاوه x مساوی 5 و y مساوی 2x منهای 5. اون وقت میتونید چیکار کنید؟ میتونید تو این بالایی، تو این بالایی به جا وای این مقدار، من وای مساوی این نیست، به جا وای این مقدار رو بذارید، میگی 2 تا 2 ایکس منهای 5 به اضافه ایکس مساوی 5. ببین این 2 ایکس منهای 5 رو به جای این وای گذاشتید، پس این الان به این صورت شده 2 تا وای، وای چیه؟ 2 ایکس منهای 5، 2 تا 2 ایکس منهای 5 به علاوه ایکس شده 5. حالا این یه معادله است که فقط یه مجهول داره، 2 تا 2 x میشه 4 x، 2 تا منفی 5 هم میشه منفی 10 میشه 4 x منهای 10 به اضافه x مساوی با 5. 4 x و 5 x میشه 5 x، منفی 10 میره اونور میشه مثبت 10، پس 5 x میشه 10 تا 5 تا 15 تا، به یه 5 تقسیم کنید x میشه چی؟ x میشه 3. بعد y چطور به دست میومد؟ y رو میومدید همینجا جایگذاری میکردید، اینجا دو برابر x، یعنی 2 3 تا 6 تا، 6 منهای 5 میشد 1. خیلی سریع میشد جواب رو از این روش هم به دست بیارید. این روش رو میگن روش جایگزینی یا جانشینی، حالا هر جایی اسم براش گذاشت. خب پس ما اینجا نقطه h رو هم طولش رو به دست آوردیم. حالا اگر بخوایم پاره خط آه ببینیم چقدره، طول پاره خط آه رو میتونیم به دست بیاریم. اینجا اثبات نکرده ظاهرن، فکر کنم میخواد بدون اثبات بگه. تو رشته علوم تجربی اینو بدون اثبات گفته بودن، میگه از اثبات فرمول به دلیل طولانی شدن صرف نظر میشود، دانش آموزان علاقه من میتوانند خود به اثبات آن بپردازند. خب کتاب اثباتو نگفته، منم نمیگم. به طور کلی اگر بخوایم فاصله نقطه A x 0 و y 0 از خط A x به علاوه B y به علاوه C مساوی 0 را به دست آوریم، با استفاده از مراحل فعالیت قبل می توان نتیجه گرفت که طول عمود آه اچ
برابر است با به این صورت قدر مطلق ax صفر به علاوه by y صفر به علاوه c به روی رادیکال a2 به علاوه b2. پس فاصله نقطه ax صفر و y صفر از خط ax به علاوه by y به علاوه c که این صورت کلی معادله خط هست میشه چی؟ ax صفر، یعنی به جای این x میذاری x صفر، به جای این y هم میذاری y صفر، میشه ax صفر به علاوه by y صفر به علاوه c توی قدر مطلق. حالا ممکنه بگی قدر مطلق به چه کاری میاد؟ میگه وجود علامت قدر مطلق در صورت کس برای نامنفی شدن مقدار آهچه. قدر مطلق میذاریم که این منفی نشه. چرا؟ چون فاصله همیشه چیه؟ مثبت. یادتون بمونه هر جا دیدید فاصله رو منفی گذاشتن غلط، فاصله حتما باید مثبت بشه. پس توی قدر مطلق میذارم AX BY صفر به علاوه C به روی رادیکال A2 به علاوه B2، این A و این B رو به توان 2 میرسونه. بریم صفحه بعد، صفحه 34. مثال فاصله نقطه منفی 2 و 4 از خط y مساوی 4 سوم x به علاوه 4 را به دست آورید. خب اولا نکته رو دقت کنید، باید این رو به فرم استاندارد بنویسید، یعنی به فرم کلی معادله خط. همه رو میبریم یه سمت، میشه y، این برونور منفی میشه منهای 4 سوم x، این هم برونور منفی میشه منهای 4 مساوی 0. همش رو در این مخرجه ضرب میکنم، یعنی کلش رو در یه 3 ضرب میکنم. 3 ضرب در y میشه 3y، 3 ضرب در 4 سوم 3 با 3 میره میشه منفی 4x، 3 ضرب در 4 هم که میشه منفی 12 مساوی 0. خب پس میشه چی؟ بعد اون وقت این به این صورت شد، میایم کلش رو در یه منفی یک هم ضرب میکنیم، میشه چی؟ در منفی یک ضرب کنید این میشه سه وای، میشه منفی سه وای، منفی 4x در منفی یک، منفی در منفی میشه مثبت، میشه 4x، و منفی 12 در منفی یک میشه مثبت 12، حاصل میشه سه. پس این به این صورت به دست اومد، 4x منهای 3 وای به علاوه 12 خلق استانه نبود، اومد همین کارا رو انجام داد. حل، ابتدا معادله خط را به صورت این می نویسیم. طبق فرمول فاصله نقطه از خط، فاصله A تا D را AH فرض می کنیم و داریم. AH میشه چی؟ طبق این رابطه هایی که به دست آوردیم، داخل این رابطه باید به جای X بذارید منفی 2، به جای Y بذارید 4. خب دقیقا نگاه کن همین کار رو کرده، 4 تا منفی 2 منهای 3 تا 4 تای به علاوه 12 تا. خب 12 با منفی 3 4 تایی که میشه 12 منفی 12 خل میخوره، 4 تا منفی 2 میشه منفی 8. و تو مخرج رادیکال A2 به علاوه B2، A یعنی ضریب X چنده؟ 4، و B یعنی ضریب Y چنده؟ منفی 3. رادیکال 4 به توان 2 به علاوه منفی 3 به توان، این میشه رادیکال 9، این میشه 9، این هم میشه 16. 9 تا 16 تا میشه چی؟ میشه 25. رادیکال 25 شده 5. قدر مطلق منفی 8 میشه 8 به روی چی؟ 5. این مثال اول. مثال بعدی میگه فاصله نقطه A 1 و منفی 4 از خط 8x به علاوه 6y مساوی 4 برابر 4 است، مقدار کا چقدر است؟ خب ببینید ما میایم این کار رو میبریم اون ور. ببین ابتدا معادله خط را به صورت 8x به علاوه 6y منهای 4 مینویسیم. مطابق فرمول فاصله نقطه از خط داریم. خب فرمول رو میدونیم، AH میشه چی؟ AX0 8 در X0. X0 رومون که میدونید الان هست 1، Y0 رومون هست چی؟ منفی 4. پس میشه 8 تا 1 به علاوه 6 تا منفی 4 منهای کا به روی رادیکال 8 به توان 2 و 6 به توان 2، A به توان 2 و B به توان 2. 8 به توان 2 که میشه 64، 6 به توان 2 هم میشه 36، جمعشون میشه 100. 64 و 36 میشه 100، رادیکال 100 هم میشه 10. بعد بچه ها ما میدونیم که این فاصله، گفته فاصله این نقطه از این خط چقدر؟ 4، یعنی آهچمون چنده؟ 4ه. پس این 4ه مساویه با این میشه چی؟ این میشه 8، 6 تا منفی 4 هم میشه منفی 24، منفی 24 به اضافه 8 میشه منفی 16. پس منفی 16 منهای کا به روی 10 باید بشه چند؟ 4.
میاد طرفین وسطین میکنیم در ده، ده تا چهار تا، یا دو طرف رو در ده ضرب میکنیم، چهار ده تا میشه چهل تا، اینا منفی 16 منای کا است. دو تا حالت داره میدونید دیگه، قدر مطلقی شد. قدر مطلق دو تا حالت داره، یا میشه خود چهل منفی 16 منای کا میشه خود چهل که در یه منفی ضرب کنیم میشه کا به علاوه 16 مساوی با چهل، 16 رو ببرید اون ور میشه ببخشید منفی 40، چون اینم در منفی در یه منفی ضرب شده میشه منفی 40، 16 بیاد اینور منفی میشه، میشه منفی 16 میشه منفی 40 با منفی 16 میشه منفی 50. اینجا هم همین کار رو میکنیم، این بار منفی 16 منفی کا شده منفی 40، باز در یه منفی ضرب کنیم کا به علاوه 16 این بار میشه خود 40، 16 رو ببرید اونور 40 منفی 16 میشه چقدر؟ میشه 24. پس دو تا جواب ما برای کا به دست آوردیم، کا یا منفی 56 یا 24. یه نکته کوچولو بهتون بگم بچه ها، اینجا توی خواندنی اثبات بدون توضیح فاصله نقطه از خط توضیح نداده، اگه تونستید این نگاهی بهش بندازید چیز جالبی هست. و یه رابطه دیگه هم گفتی اینجا که این رابطه رو با عدد گذاری، یعنی اگر بیاید y مساوی mx به علاوه c رو به فرم کلی بنویسید، به فرم ax به علاوه by به علاوه c مساوی 0، به این صورت هم یعنی این با همون رابطه‌ای که ما گفتیم اینجا یکی است با ax به علاوه by ax 0 by 0، همین رابطه‌ای که صفحه قبل داشتیم، این رابطه در واقع با این رابطه یکسان است. یه فرم دیگه نمایش همین رابطه است که بعد با عدد گذاری همین با جای گذاری همین این دوتا رابطه یکی میشن. کار در کلاس سال اول میگه اگر نقطه آ دو و سه رأس یک مربع و معادله یک ضلع مربع 3x منهای 4y مساوی 9 باشد، مساحت مربع چقدر است؟ خب بچه ها وقتی که یه سوالی مثل این بهتون میدن حواستون باشه اول بفهمید سوال چی میگه. میگه این نقطه، یه نقطه دلخواه من میذارم اینجا، خب اصلا نمیدونم اون کجا، یه نقطه دلخواه میذارم اینجا، این گفته رأس یه مربع، خب معادله یه ضلع مربع هم بهتون داده، معادله خط دیگه، این یه خط که یکی از ضلعهای مربع مثلا یه ضلع مربع به این صورت داره، بذارم یه ضلع مربع به این صورت روی این قرار داره، پس فاصله مثلا من بذاریم مثلا یه ضلع مربع به این صورت اومده روی این خط قرار داره، این الان ضلع مربع که روی این خط قرار داره. خب و حالا گفته چی؟ گفته مساحت مربع. مساحت مربع رو با داشتن طول ضلع شما میتونید به دست بیارید. چطوری طول ضلع رو به دست بیارم؟ نگاه کن، شما میای این رو بر این عمود میکنی، خب یعنی چی؟ یعنی فاصله نقطه از این خط، مگه از اینجا به این وصل کنید، بیایید به این خط وصل کنید، به کجا وصل میشه؟ به این نقطه وصل میشه دیگه، به رأس وصل میشه. اگر عمود کنید، چون میدونید زاویه های مربع همه 90، پس اگر بیایید از یک نقطه بر این عمود رسم کنید، یک ضلع مربع به دست میاد. شما اگر طول این رو داشته باشید، این طول این ضلع رو داشته باشید، همین کافیه براتون که مساحت رو به دست بیارید. یعنی کافیه چیکار کنید؟ فاصله این نقطه‌ای که بهتون داده رو از این خطه به دست بیارید، تمام کارتون راه میفته. من فقط اینا رو نوشتم که به عنوان توضیحات. خب اینو به شکل کلی در میارم، میشه 3x منهای 4y 9 میادی بر منفی 9 مساوی 0. این هم که میدونید x 0 و y 0 هست. خب رابطه رو بلدیم، دی میشه قدر مطلق ax 0 به علاوه by 0 به علاوه c به روی رادیکال چی؟ رادیکال a 2 به علاوه b به توان 2. خب قدر مطلق a یعنی 3، در واقع میایم همین دوتا رو 2 و 3 رو به جای x و y قرار میدیم، 3 ضرب در 2 منهای 4 ضرب در 3 منهای 9 به روی چی؟ رادیکال ضریب x یعنی 3 به توان 2 به علاوه ضریب y یعنی منفی 4 به توان 2. خب 3 به توان 2 میشه 9، 4 به توان 2 میشه 16، 9 تا و 16 تا میشه 25 تا.
رادیکال 25 میشه چی؟ 5. اینجا 3 دو تا 6 تا منفی 4 تا 3 تا منفی 12، منفی 12 با 6 میشه منفی 6، با منفی 9 میشه منفی 15. قدر مطلق منفی 15 میشه خود 15 به روی 5 مساوی چند؟ 3 میشه. خب این الان چیه؟ این طول ضلع مربع. مساحت چی میشه؟ مساحت میشه یک ضلع به توان 2 یا یک ضلع ضرب در خودش. 3 به توان 2 میشه چند؟ 9. پس راحت مساحت رو به دست آوردیم. سوال دوم میگه ما دو خط 3x به علاوه 2y مساوی 1 و 2x منهای 3y مساوی 2 معادله های دو ضلع 1 مستطیل هم و نقطه A 2 و 5 یک قسم مستطیل است. مساحت مستطیل چقدر است؟ ببینید عزیزان بچه، اگر به این دوتا خط دقت کنید، خب شی به این هست چی؟ شی به این هست منفی 2 به منفی 3، قرینه A یعنی منفی 2 به منفی 3 که میشه 2 سوم. شی به این هست چی؟ قرینه A یعنی قرینه 3 میشه منفی 3 بروی یکشون 2 سوم، یکشون منفی 3 دوم. شیباشون چی هن؟ قرینه معکوس هن. یا اینا رو در هم ضرب کنید میشن منفی 1، درسته؟ پس نتیجه میگیرم که این دوتا خط بر هم چی هن؟ عمود هستن. یعنی چی؟ یعنی یکیشون طول مستطیل رو نشون میده، اون یکی عرض مستطیل رو نشون میده. بچه این نقطه نمیتونه روی هیچ کدوم از اینا بوده باشه. میبینید چرا؟ چون شما وقتی مساحت مستطیل رو میخواید باید طول رو به دست بیارید، عرض رو هم به دست بیارید. ولی اگر که این نقطه روی یکی از این دوتا خط باشه، فقط میتونید یکی از این حالت ها رو داشته باشید که فقط میتونید طول یا عرض رو ممکنه بهتون بده، ممکنه حتی اون رو بهتون نده، ممکنه محل تلاقی این دوتا باشه، چون یکی از رأس ها روی تلاقی این دوتا میفته احتمالا. پس این نقطه روی این دوتا خط عمود برهم نیست. خب چه نتیجه میگیریم؟ میگیم این یه رأسیه که روی هیچ کدوم از اینا قرار نداره. فاصله این رو تا این دوتا خط به دست میارم و فاصلهش از یکی از اینا میشه طول، فاصلهش از اون یکی میشه عرض، مساحت هم میشه طول ضرب در عرض. خب پس من میام مثلا میام اینا رو اول به فرم استاندارد مینویسم، به فرم معمولی خودمون در بیاریم، میشه چی؟ میشه 3x به علاوه 2y منهای 1 مساوی 0، این هم میشه 2x منهای 3y منهای 2 مساوی 0، و این هم که هست x 0 و y 0. خب من به جای حالا یکی رو میذارم d1 به عنوان طول، اون یکی میذارم d2 به عنوان عرض، فرقی نمیکنه طول عرض کدوم باشن. خب میشه قدر مطلقه برای اولی، برای این 3 تا x0 x0مون چنده؟ 2 به علاوه 2 تا y0مون 5، 2 تا 5 به علاوه چی؟ ببخشید منهای 1 به روی چی بچه ها؟ به روی رادیکال A2 به علاوه B2. آمون هست 3 به توان بیمون هم هست چی؟ 2. 3 به توان 2، 2 به توان 3 به توان 2 میشه 9، 2 به توان 2 هم میشه 4، 9 تا و 4 تا میشه 13 تا، میشه رادیکال 13. صورتش میشه چی؟ 3 2 تا 6 تا، 2 5 تا 10 تا، 10 تا و 6 تا میشه 16، 16 منهای 1 میشه 15، میشه قدر مطلق 15 به روی رادیکال 13 که میشه 15 رادیکال 13 13. میدونید که چی کار کردم؟ این اومدم در رادیکال 13 به رادیکال 13 ضرب کردم، رادیکال 13 ضرب در خودش میشه 13، میشه رادیکال 13 به توان 2 میشه 13، توان 2 و رادیکالش از بین میرن، صورت 15 از رادیکال میاد بیرون و 15 از قدر مطلق میاد بیرون، در یه رادیکال 13 ضرب میشه، پس شد 15 رادیکال 13 13. روش گویا کردن رو در واقع یه بار براتون مرور کردم. حالا این دی یک بود. دی دو که به عنوان عرض هست چطوری به دست میاد؟ دی دو که به عنوان عرض هست میشه چی؟ میشه باز قدر مطلق بیام از این استفاده میکنم، دوتا
دو تا x صفرمون 2 منهای 3 تا 5 تا منهای 2 بروی چی؟ بروی رادیکال 2 به توان 2 به علاوه منفی 3 به توان 2. خب این چی میشه؟ 2 تا 4 منفی 3 تا 5 تا منفی 15 منفی 15 و منفی 2 منفی 15 و منفی 2 میشه منفی 17 به اضافه 4 میشه منفی 13 به روی چی؟ اینم 2 به توان 2 میشه 4 و منفی 3 به توان 2 میشه 9 4 تا 9 تا میشه 13 تا به روی رادیکال 13. خب این را اگه بیاید ساده کنید من این میشه خود 13 به رادیکال 13 مثل همین بالا این میشه 13 رادیکال 13 13 هم که میشه رادیکال 13. ببین اینو اگه در رادیکال 13 به رادیکال 13 ضرب کنید صورت میشه 13 رادیکال 13 مخرجم به جای از رادیکال میاد بیرون میشه 13. اینا با هم ساده میشن یه رادیکال 13 فقط باقی میمونه. پس این دوتا عدد هایی هست که برای ما به دست اومدن. حالا ما چی رو میخواییم اینجا؟ ما مساحت رو میخواییم دیگه، درست یا نه؟ مساحت میشه طول ضرب در عرض. پس مساحت میشه حاصل ضرب این دوتا میشه 15 رادیکال 13 13 همه ضرب در رادیکال 13. اینجا 15 در اینجا رادیکال 13 در رادیکال 13 میشه 13 با این 13 ساده میشه حاصل میشه چند؟ میشه 15. خب میدونیم رادیکال 13 در رادیکال 13 میشه چی؟ 13. اینو با این چیکار کردم؟ ساده کردم شد 15. خب عزیزان فکر کنم صفحه بعد دیگه تمرینه. بله ان شاء الله تمرینات رو بعدا حل میکنم. موفق باشید بچه‌ها، در پناه خدا.